درود بر شما. بسیار خوشحالم که با حمایت شما عزیزان موفق شدیم 40مین برنامه را هم بسازیم و به شما تقدیم کنیم. همه ما در شرایط ویژه‌ای هستیم، همه جهان این دشمن ناشناس، این دشمن نامرئی، این دشمن خطرناک ویروس کرونا هیچ مرزی رو نشناخت، به هر کجایی که تونست سر زد و سرانجام در تمام جهان یک نتیجه باقی مانده: مرگ. اما همونقدر که وجود ویروس ها یا مسائل دیگر طبیعی خطرناکه، این سوی هم انسان ها بیکار نشستن و دارن تحقیق میکنن و امید فراوانی هست که این مشکل هم از جلوی پای همه مردم جهان برداشته بشه. آرزو میکنم شما هم مثل بقیه هممیهنان تندرست باشید و تندرست باقی بمونید. بله، ناگزیر ما هم همه در خانه هامون خانه نشین شدیم، بله، و این برنامه ها رو داریم در منزل تهیه میکنیم و به هر حال با کمک دوستان و تکنسیان ها اونا رو در اختیار شما قرار میدیم. میدونید که در قدیم خنک‌ترین و زلال‌ترین آب تهران در منطقه‌ای بود که بعداً زندان قصر رو ساختند همونجا. به همین دلیل هر کسی که به زندان قصر می‌افتاد می‌گفتن طرف رفته آب خنک بخوره. بعداً البته به هر زندان دیگری هم که کسی زندانی می‌شد گفتن باز رفته آب خونک بخوره. این واژه، این اصطلاح آب خونک خوردن از اونجا میاد. اما یادمه این پیش از منه، در واقع این که میگم یادمه از گفته خانواده و آشنایان و دوستان به من رسیده که بین تهران و شهر ری که اون موقع فاصله داشت اومده بودن، یک ترن کشیده بودن، خدون ترن های خیلی خیلی قدیمی که ظاهرا گویا تو بعضی از فیلم های وستر میتونیم ببینیم، به نام ماشین دودی. مردم برای رفتن به شهر ری و زیارت شاه‌عبدالعظیم بلیط رو باید رفت و برگشت رو با هم میخریدن، تکی نمیفروختن. یعنی هر کس از تهران میرم باید بلیت برگشتش رو هم میداشت. خب طبیعتا اگه کسی هم از شهر ری میامد به تهران باید اونم دو سره بلیت میخرید. به همین دلیل اگر در شهر ری، در همون نزدیکای شاه‌عبدالعظیم، دوستی، آشنایی، فامیلی، چیزی وجود داشت، اونها میدونستن که طرفی که برای زیارت اومده، برای این سفر اومده، بلیت برگشت رو هم داره. ولی با این حال بهش تعارف میکردن، گفتن شما جان این حضرت امشب اینجا بمونید. میدونستن که اومد برگرده. به همین دلیل این تعارف شاه‌عبدالعظیمی در واقع از اینجا نشأت میگیره. سعی میکنم در این برنامه از این اصطلاحات و مسئله ها و ضرب المثل هایی که داریم ریشه یابی کنیم با هم و در اختیارتون بذارم. صحبت از ترن شد، میخوام یک فیلمی نشونتون بدم. باید این فیلم رو گذاشت به عنوان 8مین اعجاز جهان، با هم ببینیم تا در موردش با هم صحبت کنیم. Я говорю. Я
دیدید دیگه، دیدید واقعا در هند آدم به چیزهایی برخورد میکنه که اصلا تصورش نمیکنه، زیبایی ها و اعجاب ها. البته رابطه فرهنگی ایران و هند بسیار بسیار به هم نزدیکند و به جز یک چند باری درگیری های نظامی، باقیش مردم ایران و هند خیلی با هم نزدیک بودند، دوست بودند، همدیگر دوست داشتند. و مثلا بهترین نمونهش فیلم های هندی در اون زمان های پیش از حادثه 57 خیلی در ایران سوکسه داشت. حالا شنیدم سریال ها و فیلم های ترکی سوکسه داره، اما واقعا در اون زمان فیلم های هندی و هنرپیشه های هندی برای ایرانی ها خیلی خیلی محترم بودن، دوست داشتنی بودن. امیدوارم که همیشه این ارتباط خوب بین دو ملت ایران و هند باقی بمونه، همسایه خوبی که فرهنگی بسیار بسیار نزدیک به هم داریم. اما مطلبی رو بگم راجع به این که چرا میگن طرف هفت خطه، ریشه این حرف از کجا میاد. بذارید براتون بخونم. در قدیم و در میان گروه های خاصی جام های شرابی دارای هفت خط وجود داشت و هر کس بنابر ظرفیتش و یا رتبه ای که در گروه داشت تا یک خط مشخص رو می توانست شراب بنوشد. این هفت خط عبارت بود از مزور، فروردینه، اشک، ارزق، بصره، بغداد و سرانجام جور. هر کس شرابخوار قهاری بود و یا در مقامی بالا می توانست تا خط هفتم شراب بخورد. و کسی که تا خط هفتم شراب می نوشید به او می گفتن هفت خط. بنابراین توجه دارید که معنی امروزی هفت خط با اون زمان فرق میکنه. هفت خط امروزی یک نوعی در واقع نشون دهنده که اون شخص آدم غیر قابل اعتمادیه، هر چیز بدی ممکن است سوی او رخ بده. ولی در اون زمان اینطور نبود. هفت خط تا یک مرحله در اون گروه به حساب می آمد. حالا بعضی مواقع شخص برای خودنمایی تقاضای پر کردن جام تا خط هفتم می کرد، ولی نمی توانست همه شراب را بنوشد. در اینجا دوستانش برای حفظ آبروی او تا خط جور بالای بالا تا خط جور شراب او را سر می کشیدند و اصطلاح این که جورش را کشیدیم یا جور کسی را می کشیم از اینجا میاد. بله. و اما اصطلاح بوق سگ، احتمالاً حالا بعضی ها ممکنه که سنی ازش گذشته باشه این اصطلاح ها به کار برن، یعنی این که میگن ما تا بوق سگ کار میکردیم یا کار میکنیم، این چه معنی میده؟ در گذشته های دور بازارها که در میان شهرها ساخته میشد از چهار سوی عموما ورودی و خروجی داشت که با درهای بزرگ بسته می شد. بازاری ها و مشتری ها
پس از اینکه کارشون تموم میشد باید میرفتن دیگه، در مکاتب نمیبستن. اما چون همیشه این احتمال وجود داشت که دزدها به بازار برن و مغازه ها رو خالی بکنن، این بود که مسئولین شهر اومده بودن تعدادی آدم رو اجیر کرده بودن که به شبها از داخل بازار مراقبت کنه. و چون بازارها بزرگ بود و اون چند نفر هم نمیتونستن همه بازار رو زیر نظر بگیرند، اونها هم یک تعدادی سگهای وحشی دست آموخته را، و بهتره بگم که سگهای خطرناک دست آموخته رو با خودشون میبردن و توی بازار رها میکردن، تا اگر احیانا کسی غیر از آدم هایی که خودشون حساب کرده بودن اونجا بود، طرف و پدرشو در رهن. بنابراین هر زمانی که قرار اون موقع بود میباید که در بازار بسته میشد و بعد سگها رو رها میکردن. ولی پیش از اون در یک بوغهایی که بیشتر از شاخه قوچ و احتمالا گاو ساخته شده بود میدمیدند. وقتی با این بوغها میدمیدن یعنی این که دیگه هر کسی در بازار هست، اگر تاجر بازاری که وزود تطبق داشته ببنده بره، اگر مشتری هم هست باید ترک کنه بازارو. بنابراین میگفتن بوغ سگ، یعنی دیگه همه باید برن، یعنی دیگه دیر وقته. به همین دلیلی که اصطلاح تا بوغ سگ در اونجا بودم چنین، به همین دلیل. خب اینجا صحبت از کرونا شد و توی خونه موندن، و که واقعا کشورهای متمدن سعی کردن به ملتشون این امکانات رو بدن که توی قرنطینه خانه بمونند، بیرون نرند. این به خاطر خود اونها، خانوادهشون و بالاخره مردم اون شهر و اون ولایت و اون دیاره، باید رعایت بکنن. ولی نمیدونم چرا بعضی ها رعایت نمی کنن. به همین دلیل یه فیلمی ساخته شده که با هم میبینیم، برای رعایت کردن از توی خونه بیرون نیومدن. بله دیدید دیگه، بالاخره متدها برای این کار فرق میکنه با هم. اما این قضیه قرنطینه، یعنی در جای خودت بمان که یا تو سرایت ندی یا به تو سرایت نرسد نشود. اما چرا بعضی ها نمیپذیرن؟ یک داستانی رو براتون بگم. ببخشید. حاج شیخ محمد حسن ممقانی، معروف به فاضل، از بزرگان علمای امامیه و مرجع تقلید تعداد فراوانی از شیعه ها بود. وی به خاطر عدم رعایت اپیدمی وبا موجب گسترش این بیماری و مهلک و کشتار تعداد فراوانی از مردم ایران شد. چگونه؟ در این باره تاریخ می نویسد در آذر ماه 1282 هجری شمسی، حدود 110 سال پیش، در شهر کرمانشاه وبا آمد. دولت آن زمانی ایران به قرنطینه شهر پرداخت. با این همه یک مجتهد بزرگ نجفی به نام آقا فاضل ممقانی، همون که اول گفتم، از رعایت مقررات
جهت پیشگیری بهداشتی سرپیچی کرد و با دسته‌ای 800 نفری زوار و 400 تن گدا که به دنبال آنان راه افتاده بودند از کرمانشاه به سوی تهران و مشهد حرکت کرد و این عده در طول راه بیماری را سرایت دادند. دولت جرأت نکرد که آن شخصیت مهم و همراهانش را از ادامه سیر و سفر باز دارد. این در کتاب شرح حال رجال ایران به نقل از آقای مهدی بامداد نوشته شد. میبینید که خشک مغزی تعصبات چه میکنه. خبر نداریم که اون آقای مجتهد فاضل آیا او هم به وبا گرفتار شد یا نه، اما آنچه که قطعی است هزاران هزاران نفر ایرانیه، ایرانی رو مبتلا کرد و به کشتن داد. میبینید چقدر تاریخ تکرار میشه. دورو برای خودتون کسی رو نمیشناسین، یه همچین مشابهتی تشابهی ندیدین. خب برنامه ها رو خاطر دوری راه و به هر حال حالت آنگونه حرفه‌ای که بایدشون نیست کوتاه‌ترش کردیم. یک نکته دیگر رو به عرضتون میرسونم و برنامه رو به پایان ببریم. شرح توبه کردن آقا علی آشتیانی یا امین الحضور، این مطلب رو ناصرالدین شاه با دست خودش نوشته. یه تعدادی ناصرالدین شاه نوشته و شعر داره. حالا خوب و بدش رو یک مطلب دیگر است برای قضاوت کردن، ولی به هر حال از او آثاری باقی مانده. اگر ایراد انشایی داره به همین دلیلی است که وجود داشته، من تحصیل نکردم، دستی بهش نزدم. ایشون قبله عالم اینجوری این گونه نوشته است: چهارشنبه هشتم جمادی الثانی 1311 قمری. مطلب غریبی شنیدم و آن اینکه توبه امین حضور. شنیدم اما هنوز خودش را ندیدم و اینطور میگویند: سرتیپ خان پسرش می گفت که امین حضور چند روزی رفته بود اوین، کسالتی هم داشته. یک روز توی رودخانه راه می رفته، صدایی به گوشش رسیده است که گفته است: ای پسر سگ، ای امین حضور، از جوانی تا به پیری، از پیری تا به کی، بس است، بس است. امین حضور از شنیدن این صدا افتاده بود و ضعف کرده بود. بعد برخواسته به شهر آمده گریه کنان آنچه ظرف نجس و خم شراب و غیره داشته همه را شکسته و توبه کرده است و دیروز هم فرستاده امام جمعه و آقا سید علی اکبر را آوردند. گفته است: من منافق بودم، همچه کردم، حالا میخواهم توبه کنم. آقا سید علی اکبر گفته: حالا که میخواهی توبه کنی باید آنچه را که داری وقف کنی و در راه خدا بدهی، که البته در راه خدا بدهی. ولی کجا بودم؟ بله در بدهی. امام جمعه گفته: آخر او اولادی دارد، همه
مالش را اگر ببخشد سر اولاد بی کلاه میماند. و از این قبیل حرفا زده بودند به امین حضور. سرتیپ خان پسر امین حضور خیلی متبهش بوده از اینکه مبادا آنچه دارد وقف کند، آنچه را که دارد وقف کند و برای آنها چیزی نماند. این تقریرات از پسر امین حضور سرتیپ خان بوده. اما هنوز خودش را ندیدم که بدانم چه وضعی دارد. بله، قبله عالم ناصرالدین شاهین را نوشتند و نقلم هست که از روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه به کوشش نسرین خلیلی و مجید عبدالامین. حالا که صحبت به اینجا رسید، یک اذان هم که در یکی از کشورهای کوچک آفریقایی خوانده میشه رو با هم میشنویم. این نوعی شما احتمالا شما هم نشنیدید. و حالا پس از شنیدن اون اذان وقتش رسیده که از شما عزیزانم جداشم، به شما بدرود بگم و آرزوهای خوب کنم. بدرود.